نشست ما شاهدی بودیم که برخلاف نشست قبلی که هنوز امیدواری های موجود بود که او در قطعنامه خود نشان داد بر ای که با حمایت دنیا و با خواست مشترک همه ما طالب تغییری بکنه، به خود بیایه و بفهمه و زمینه یک گفتمان کلان ملی به یک ترتیب باز شد. این بار اکثریت مطلق به این نتیجه رسیدیم و به یک ترتیب به این دید که متاسفانه چنین چیزی تا وقتی همه مشترک نباشیم، تا وقتی که از تمام ابزارهای لازم برای وادار کردن طالبها برای آمدن به میز گفتگو استفاده نشد، طالب حاضر به این مسئله نیست. پس شفافیت، اتحاد بیشتر، همفکری بیشتر و جسارت و اراده بیشتر در امر مبارزه از انواع مختلف با طالبها را به مراتب بیشتر دیده. در صورتی که طالبها حاضر به این باشند که بشینن و صحبت بکنن و قبول بکنن یک راه حل سیاسی را، قبول بکنن خواست جمعی مردم افغانستان را، شما قبول بکنین هیچ مشکلی وجود نداره، جبهه و مقاومت بدون شک دیگه متوقف خواهد شد. حتی به مصر راحت میگم به مجردی که طالب ها قبول بکنن یک انتخابات شفاف دیگه تحت نظر و نظارت سازمان ملل و کشورهای بی‌طرف، مقاومت کاملا متوقف، همه میریم به طرف انتخابات و ای که مردم چه میخواین. هیچ چیزی زیباتر از آزادی به یک انسان نیست و مردم ما در افغانستان هم حق دارن خودشان تعیین سرنوشت خود بکنن. اگر مردم افغانستان انتخاب بکنن امارت طالبان و طالبان، با افتخار میرم در کشور خود به عنوان یک استاد یک دانشگاه یا یک مکتب درس میدم. اگر مردم انتخاب بکنن، من کی باشم بگویم که نه. اما واقعی است که اکثریت مطلق مردم ما فقط این شرایط برشان تحمیل شده و به هیچ عنوان راضی به حضور طالب به عنوان حاکمانشان نیستند.